با سلام و درود دوستان گراغت، امید که همه شما خوب و خوش باشین. با سومین کلیپ از صنف مدیریت تغذیه در نوزادان و نوجوانان خوش آمدید. ما در بحث‌های قبلی تعاریف داشتیم و همچنین به مواد مغذی بس کردیم. مواد مغذی کدام ها هستند از لحاظ ترکیبات بس کردیم و همچنین یک تعریف کوتاهی داشتیم از سوی تغذیه. ما گفتیم حالت تغذیه نامتوازن سوی تغذیه گویند، حالتی که ما افراط و یا تفرید داشته باشیم، از حد نارمل زمانی که زیاد استفاده بشه بازم سوی تغذیه گفته میشه و زمانی که از حد نرمال مواد مغذی مواد غذایی کمتر باشه بازم سوی تغذیه گفته میشه. و قبلا هم گفتیم که در بعضی منابع وقتی که ما مطالعه میکنین انواع سوی تغذیه به دو بخش تقسیم میکنن، به خصوص کتابای بخش نرسینگ و همچنین وضع قابلگی. پس اگر شما در بخش امتحان بدین به ایسا نرس تغذیه، اگر چهار بخش نبود بتنین دو گزینه هم که هست انتخاب کنین دو بخش. ما اسباب را بس کردیم، اسباب سوی تغذیه را بس کردیم، پیامدها را بس کردیم. اینو بعض آمارهایی هست که در بعضی مؤسسات ترنینگ ها برگزار شده بوده و ما خواستیم که اونا در سالاد خود داشته باشین. و این هم زنجیر هست که این هم بس کردیم همراه شما، اینو با هم ارتباط داره که چه قسم سوی تغذیه به وجود می آید، کدام فاکتورها با هم وصل هستن، ارتباط دارم، این هم بس کردیم. ارتباط مریضی با سوی تغذیه ارتباط مستقیم داره که این هم خود شما بس کردیم. بین دوستا سر انواع سوی تغذیه خود شما بس میکنیم چند موضوع یادآور بشون به شما. یکی پروتون انرژی مال نوتریشن هست که به نام PEM یاد میکنن. تقسیم بندی ها متفاوته، در چندین تا از NGO مؤسسات درباره تغذیه زیاد کار میکنن و همچنین خود سعتامه در تغذیه زیاد کار میکنه. خب یکی از تقسیمات انواع سوی تغذیه سه بخش تقسیم میکنم: سوی تغذیه PEM یا پروتین انرژی مال نوتریشن، سوی تغذیه مزمن و سوی تغذیه کم وزنی یا وایت لاس. و یکی دیگه تقسیم بندی باز انواع سوی تغذیه PEM به کواشکور، مرسموس و مرسموس کواشکور بس میکنن که میتونید شما جزئیات در خود متون همین لحظه مشاهده کنید و بخونید. و دیگه موضوعی که میمونه، ما چیزی که ما کتابای مختلفه یک مرور کلی داشتیم و بهترین تقسیم بندی از نظر ما همینه. این نظر به چندین منابع ما اینا بررسی کردیم و بهتره که به صورت کل بگیم سوی تغذیه به چهار بخش تقسیم میشه: یک حالت حاد یا اکیوت، کرونیک یا مزمن، کاهش وزن و همچنین فقدان مایکرونوتریئنت ها. و پیشنهاد میکنیم اگر شما در کدام سوال به شکل تشریحی به خصوص انواع سوی تغذیه خواسته بود، شما به همین منوال تقسیم بندی کنیم، بهترین جواب خواهی بود. دوستان گرانقد، به صورت کل چهار بخش تقسیم میکنیم: حالت اکیود یا حاد، مزمن و همچنین سوی تغذیه کاهش وزن و همچنین کمبود مایکرونوتریئنت ها. با سوی تغذیه حاد دو بخش تقسیم میشه: یکی حالت سم هست، حالت مم هست. حالت سم حتمی و حدمی باید شما یاد داشته باشین. سم مخفف سیویر اکیوت مالنوتریشن هست که البته پاپوزیش اینجا اشتباه شده، سیویر نیست، سیویر هست، سیویر معنی شدید معنی میده. سیویر اکیوت مالنوتریشن یا حالت شدید حاد سوی تغذیه و همچنین مدرت اکیوت مالنوتریشن، به اصطلاح مخفف مم گفته میشه. پس سم و مم اصطلاحاتی است که اگه شخص در بخشای سوی تغذیه میخواد کار بکنه 100% باید یاد داشته باشه و اینا کامل بفهمه. و بعد انواع سوی تغذیه سم به سه بخش تقسیم میکنن: حالت کواشکور، مرسموس و کواشکور مرسموس. این حالت خود انواع سوی تغذیه که اگه بخواییم تفاوت سوی تغذیه مرسموس کواشکور اینو با هم بس کنیم، مرسموس لاغر هست، استخوان‌ها بیرون شده، به اصطلاح
به خصوص قسمت کلاوکولا استرموم اینا دیده میشه، یعنی زیای شدید عضلی داره، استخوان ترقوه کتف و استخوان قبرقه ها برجسته. و یک سوالی که در یک از مؤسسات آمده بود، در کدام یک از سویت غذی شخص تحریک پذیر و هوشیار هست؟ برسموس کواشکور، که جواب درست همون برسموس بوده، اما در کواشکور شخص حالت هوشیاری کاملا نداره. و یه خصوصیت دیگه که در تصویر شما میبینین، گفته لاغر، موهای نرم داره، زیای شدید عضلی دارن و شما در تصویر هم کسته میبینین. یه حالتیه که مرسموس هست. خود مرسموس از یک نوعی از حالت سویت، از نوع سویت غذی سم هست و که از کمبود پروتئین و انرژی به وجود میایه. و میاییم قسمت بعدی، خود کواشکور هست. کواشکور چه قسم مریضی هست؟ اینا پوندیده هستن و ظاهراً شاید پنهان بشه. امی پوندیدگی از اینا ممکنه باعث پنهانی سویت غذی بشه. قسمت دستها، پاها، شکم ممکنه پوندیده یا ورم کرده باشه. از لحاظ تست اشتیاه اگه بخوایم انجام بدیم، اینا اشتیاه از اینا خرابه و همچنین کم خون نیز هستن، بدخلق و حالت روحی روانی خوبی ندارن و جلد از اینا تفلسیه و موهای رنگ کم رنگ و شکرنده. اینا از جمله خصوصیاتی هستن که شما در تصویر میبینین. خود کواشکور هست، سویت غذی کواشکور. و همچنین یک حالت دیگه هست، ترکیب شده از خود سویت غذی مرسموس کواشکور. این حالتیه که شخص همزمان هم پوندیده و هم استخوان کتف و استخوان ترقوه از او بیرون هست. و اینا خصوصیاتی که در هر دو اشخاص، در اشخاص مرسموس کواشکور در تصویر میبینیم، چون ما خواستیم نکات کلیدی به شما بیان بکنین. و خوبه که متن از اینا ساده هست، خود شما اینا یک مرور داشته باشین. کواشکور مرسموس باید حدمی و حدمی بشناسیم، هم بخاطر معلومات و هم بخوایم که جای کار بکنین. و کواشکور مرسموس یک هر تا با هم مکس به اصطلاح، هم پوندیده و هم فرورفتگی یا لاغری استخوان از بیرون شده هست. ایالت میگیم که کواشکور مرسموس گفته میشه که از علت هم کمبود پروتئین هست در بدن از اینا و هم کمبود انرژی. دوست داریم بخوایم یک بار مرور کنین. مرسموس حالتی بود زیای عضلی و استرای معمولی لاغر شدید، ظاهرا به کاملا مشخص هست که شخص نرمال نیه. اینکه چی میار داریم که ما بگیم سم و چی میار داریم که بگیم مم و یا بگیم که سویت غذی شدید و کواشکور، اینا میریم به مباحث بعدی با استفاده از موگ، با استفاده از بی ام آی و همچنین از دیگه میارهایی که هسته میتونیم ما معلوم کنیم که در مباحث بعدی بحث خواهیم کرد. بعد شما فعلا بشناسیم که سویت غذی سم داشتیم، من داشتیم سم سه وقت شخصی میشد، کواشکور بود. کواشکور یالتی بود که شخص پوندیده هست، مرسموس کاملا لاغر و استخوانهای از او دیده میشه. و اما مرسموس کواشکور حالتی که شکم و دستها و پا اینا ورم داره، اما استخوانهای کتف اینا بیرون هست، یعنی ترکیب شده از مرسموس کواشکور هست. و بحث بعدی سویت غذی مزمن هست. یکی از سویت غذی مزمن قد کوتاهی هست که تنها راهی که میتونیم ما برطرف سازیم در کودکی هست. سویت غذی مزمن بازم با استفاده از جدولای زد اسکور، با استفاده از موک و همسال از او روش های مختلف هست میشه که ما تشخیص بدین. و یکی از عوارض خاصی که سویت غذی مزمن یا کرونیک میتونه داشته باشه، حالت قد کوتاهی هست در اطفال. و سویت غذی ناشی از مایکرو نوتریئنت ها هست که میتونه کمبود آهن باشه، کمبود ویتامین ا باشه و یا امثال از او کمبود آیودین باشه. یعنی مینرال ها، ویتامین ها نیز میتونن باعث سویت غذی باشن، که این سویت غذی به نام سویت غذی کمبود ناشی از مایکرو نوتریئنت ها یاد میکنین. مثلا به شما اینجا گفته گواتر یا مرض جاغور و همچنین تشوشات دماغی و یا امثال از اینا یا غمندگی ذهنی میتونه یک از انواع سویت غذی کمبود مینرال ها، ویتامین ها باشه. و یه هم یک نوع
آفاتی که میتونه در اشخاصی که کم خونی دارن به وجود بیایه به شما مثال اینجا که آوردین. یعنی گویتر یکم هست کریتینیزم، حالتیه که یک تأخیر عقلی وجود داره و چیزی از اونا هم به شکل محتاب مانند هست و کاملا خوبیتای و یک نوع میتونه سوی تغذیه بگیم که کمبود از آیودین و مداخله در منرال ها اینا هست که به وجود میاد. دوستا یکی از موضوعاتی که خیلی خیلی بازم مهمه و شما باید بفهمیم بازم برمیگرده به موک. موک یک نواری است، شما در تصویر میبینید یک نواریه که اندازه گیری میشه محیط وسط دور بازو. اگه بخوایم ما خود موک خود اصطلاح هست، مخفف هست mid upper arm circumference، مخفف خود موک هست که اینو کامل بفهمین و بشناسین. دارای 3 تا رنگ هست، رنگ سرخ مبنی سوی تغذیه شدید، رنگ زرد رد مم یا در معرض سوی تغذیه و رنگ سبز هم که رنگیه که به معنی تغذیه نرمال یا شخص نرماله. چه قسمی استفاده میشه؟ خیلی ساده هست. شخص ببین تصویر، اولی تصویر هست، اولین کاری که میکنین محیط اول همی خود استقان آرم یا بازو یا هیمارس ما مشخص میکنین، یعنی از قسمت شانه تا آرنج همین قسمت استقان مشخص میکنیم. بهتره که دست طفل یک قسم قطع بدین و وقتی که ما همین استقان کلن در مرز دید ما بود، استقان بازو، بعد اکثرا به وسیله یک وسیلی دگی مرکز مشخص میکنن. وقتی که مرکز مشخص کردیم نواره به همین چهار طرف از این پیج میدین و وقتی که پیچاندین نگاه میکنیم که خود وقتی که با هم قطع خود به شماره چند قرار میگیره. بالفرض اگر بود 12.5 حالتی بود که تقریبا 11.5 تا 12.5 که هست زرد هست به معنی حالت سوی تغذیه مم داره و رنگ سرخ کمتر از 11.5 هست اگه بود، یعنی سوی تغذیه شدید هست و کمتر از و بالاتر از 13.4 که میشه و سوی تغذیه نفر میگیم حالت نرمال به خود خوک هسته داره. و یک کلیپی هم هست میشه رو شما باز داخل یوتیوب میگذاریم کاملا یا به شما توضیح میدین از چگونگی اندازه گیری موک به شکل عملی کار میشه. شما اول این کاری که میکنیم میفهمیم که موک چی هست. یک یا چون باشه که یک سلاید هم داریم بس اصطلاحات حالت پی دی ایفیه، اصطلاحات مخففات بخش تغذی تقریبا 45 تا لغات هست که در از او کاملا اصطلاحات به شما گفته شده. و پس موک یک نواری هست که چهار طرف بازو میگیرن و با استفاده از این سوی تغذیه تشخیص میدین. اگر کمتر از 11.5 شد نفر سوی تغذیه شدید داره و 11.5 تا 12.5 حالت مم یا متوسط و بیشتر از 12.5 این نفر نرمال داره که از طریق معمولا زیر یک سار معلوم میکنن. اشخاصی که ببخش معذرت میار موک از یک ساله تا به 59 ماه هست، اما اطفالی که قد از اونا خیلی کوتاه نباشه از 67 سانتی 68 سانتی بلندتر باشه از 6 ماه نیز میتونه ما استفاده کنیم. دوستان متوجه باشین میار استفاده از موک برای در اصل از یک ساله، یعنی از 12 ماه تا 59 ماه هست، 12 تا به 59 ماه. یک سال هست 60 ماه، خب از 59 گرفته 5 سال میشه 60 ماه و یعنی از 59 میگیریم زیر 5 سال شامل میشه. و اگر طفل موقتی و از 68 سانتی کوچکتر نبود و ما میتونیم از طفل خو از 5 ماه از 6 ماه الا 59 ماه امین موک استفاده کنیم. باز کمتر از 6 ماه بهتره که از یک روش دیگه هست به نام زید اسکور، از اون روش بتاریم استفاده کنیم و بالاتر از 5 سال یا همون 59 ماه
بهتره که باز از بی ام آی یا از دیگر روش هایی که بعداً میخونین روش های بعدی استفاده کنیم. خب دوستا، حالا شما فعلا سم و مم و انواع سی و تغذیر فهمیدین و همچنین موک چیست این هم فهمیدین. درس بعدی ما شما اسکرینگ هست، چه قسم یک شخص در محیط کلینیک ارزیابی کنیم و کدام معیارها استفاده کنین. انشاءالله در کلیپ بعدی سعی میکنیم که به شما نمو روش اندازه‌گیری موک نیز در تصویر داشته باشین، بیشتر جزئیات بیشتر بگیم و بعد سر اسکرینینگ و ارزیابی بحث کنیم. موفق و معید باشیم. کلیپ های ما به شما در کانال یوتیوب و تلگرام هفته دو بار گذاشته میشه، هفته دو کلیپ گذاشته میشه که معمولا ما جمعه ها میگذارین و اشخاص که امتحان دارین حتمی با ادمین های ارتباط بشین، به شما راهنمایی میکنیم که انشالله که بتونین از طبق راهنمایی ما از امتحانی که هسته به شما مفید واقع شه و از امتحان به شما به امتحان کمک کنه. موفق و معید باشین. اوقات خوش.